در جلسه قبل با بحث تبدیلات تنش فعلا آشنا شدیم و تونستیم روابط جبری و مثلثاتی که به کمک اون تبدیلات تنش رو نسبت به محورهای مختصاتی که دارای چرخش هستند به دست بیاریم. همون موقع هم اتفاقا اشاراتی کردیم به اینکه شما می توانید همین داستانها رو به شکل هندسی هم بیان کنید و جادوی هندسه استفاده کنید و دایره اشاره داشتیم که اتفاقا اون دایره رو به شکل خیلی مختصر بهش پرداختیم، ولی این جلسه ما به شکل مبسوط‌تر، کامل‌تر در مورد دایره مور به عنوان یکی از شاید معدود ابزارهای گرافیکی که و تصویری که در سال 2022 هنوز هم پا بر جا مونده به خاطر قابلیت‌هایی که داشته به اون بپردازیم و به افتخار زحماتی که کشید این دایره رو به نام ایشون در حقیقت نامگذاری کردن و بیان هندسی و گرافیکی آن چیزی است که در مورد تنش‌های در صفحه این پلین در قسمت قبل داشتیم. یک محور عمودی به نام تاو، تنش برشی، و محور افقی سیگما خواهیم داشت که روی این دایره مقدار تتا و بهتره بگم دو تتا دستخوش تغییر هست و یک بیان پارامتریکه که من میتونم روی این دایره حرکت کنم و مقدار تتاهای مختلف که همون چیزیست که مد نظر، یعنی من این دایره بتونم رسم کنم میتونم رو نقاط مختلف با زوایای مختلف به جای اینکه برم اون روابط رو بنویسم به کمک روابط مثلثاتی مقدار تنش برشی و تنش نرمال رو برای اون نقاط جدید با زوایای مختلف دوران داده شده به دست بیارم. همچنین مقدار سیگمای مینیمم هم اینجا محاسبه میشه دیگه، بر اساس این مقدار فاصله ای که اینجا داریم مقدار تنش نرمال مینیمم هست در حالتی که تنش برشی نداریم، یعنی این جهات اصلی همین محور افقی هستند و البته این مقدار ماکسیمومی که اینجا داریم مقدار تنش ماکسیموم در این حالت است و بیشترین تنش برشی در اینجا رخ میده برای حالتی که مرکز دایره باشید و فاصله هر نقطه ایکسی تا مرکز دایره برابر با اختلاف تنش‌های نرمال هست. حالا اینا رو بهش خواهیم رسید. فعلا اجازه بدید همینجوری بریم جلو. یه نکته مهمی هم که در این دایره وجود داره جهات مثبت هست. شما دو جور میتونید اینو دایره رو رسم بکنید. یکی اینکه وقتی تنش برشی شما مثبته خب بیاید بالا رسم کنین، وقتی منفی پایین رسم کنین. در اون صورت جهتی که هر تغییرات تتا روی به شکل پارامتریک روی منحنی در جهت عقربه‌های ساعت خواهد، ولی من چون میخوام برعکس این باشه در نتیجه اگر تا مقدار مثبتی داده شد به شما اینو پایین محور رسم میکنیم، منفی هم میذاریم بغلش پایین رسم میکنیم. به خاطر این بعضی وقتا این تایی که اینجا میبینید این پایین مینویسن، یعنی اینکه حواستون باشه که اگر تا مقدار مثبتی بود شما باید زیر محور افقی رسم کنید. در آن صورت اگه من بگم تتای 20 درجه چقدره، شما دو برابر 20 درجه روی دایره در جهت خلاف عقربه های ساعت یا همون جهات مثلثاتی که در دبیرستان هم داشتیم حرکت میکنید. فرق نمیکنه، هر جفتش میتونه استفاده بشه، ولی در اینجا من از نسخه همین خلاف عقربه های ساعتی که عرض کردم استفاده میکنم که نقطه ایکس رو به شما مثلا یه تانسور تنش به شما داده شده که یک تنش نرمال در جهت ایکس دارم و یک تنش نرمال در جهت وای دارم و یه تنش برشی هم که خب مشخصه. شما مقدار منفی تای ایکس وای و تن سیگما ایکس رو هم تنش بزرگتر مثلا اینجا من در نظر مثلا بزرگتره دیگه، این ایکس نقطه ایکس من اینجاست دیگه، سیگما ایکس و منفی تای ایکس وای رو انتخاب میکنید و همچنین وای میشه تای وای و تای مثبت ایکس وای، به خاطر اینکه اگه منفی باشه این قطعا مثبت باید باشه. یه نقطه وای هم اینجا به دست خواهد اومد. این دوتا رو با این دو نقطه رو با خط مستقیمی به هم متصل میکنید. محل تلاقی این خط جدید با محور افقی رو مرکز دایره مور خواهید داشت و تمام. به این شکل به راحتی دایره رسم شده دیگه. سوزن پرگار خودتون رو در اینجا قرار خواهید داد و دایره‌ای با شعاع مشخص رسم خواهید کرد. حالا اگه بگم تتاهای مختلف چجوری است، شما کافیه به اندازه دو تتا روی این دایره حرکت کنید در جهت عقرب خلاف عقربه‌های ساعت. اگه بگم جهات اصلی چیه، خب شما ببینید فاصله بین این خط، این زاویه‌ای که من اینجا هایلایت کردم، این چقدر، این دو برابر همون تتای پیس که در جلسات قبل داشتیم و اتفاقا اون
مثلث قائم الزاویه که محور یه ضلع مقابلش تای ایکس وای بود، خب این تای ایکس وای دیگه، من خودم میقد اومدم پایین و محور افقیش هم این بود و ما داشتیم قبلا. حالا این شما بگم این فاصله چرا سیگما ایکس من های سیگما وای دومه؟ این فاصله در واقع همینجا هم هست دیگه، این تیکه هم هست که اینجا فاصله بین عمودی بیام پایین تا اینجا شده، یا خاطر اینکه مرکز این دایره سیگما ایکس به علاوه سیگما وای دومه اوریج. من اگه یک مقدار سیگما وای هم که اینجا این تیکه هست، یعنی عمودی، اگه اینجوری بیایم پایین این تیکه اولش هم سیگما وای رو حذف کنم، تا این تیکه ای که میمونه همین خواهد بود، که این منهای این اگه به علاوه باشه وسطش میشه نقطه وسط، منهای سیگما وای کنم وسطش منفی خواهد شد و این فاصله میشه. و در مورد قرارداد علامت یه نکته دیگه هم عرض بکنم به شما، که گهگاه گفته میشه که قرارداد علامت به این شکل هم هست، اینم هم همینی که الان من گفتم اینجوری هم میشه بیان کرد، که اگر یک المانی داشته باشم و تنش برشی که روش وارد میشه در جهت کلاک وایز، یعنی جهت عقربه های ساعت باشد، در اون صورت شما مثبت رسم بکنید، یعنی مومانی که ایجاد میکنه در جهت عقربه های ساعت باشه، و اگر که در خلاف جهت عقربه های ساعت باشه منفی رسم بکنید. مثلا توی همین چیزی که اتفاقا ما داریم، فرض کنید من یک المانی به این شکل دارم، شما میدونید که تنش برشی رو ما اینطوری رسم میکنیم، الان این تنش برشی در روی قسمت محور X الان به این حاله، آیا این در جهت عقربه‌های ساعت میچرخونه یا خلاف جهت عقربه‌های ساعت؟ خب این اینوری میچرخونه دیگه، در جهت خلاف عقربه‌های ساعت. مثلا من به شما گفتم اگه کانتر کلاک وایز باشه منفی رسم کن، پس اینو الان باید منفی رسم کن، همون چیزی که الان گفت، قرار شد که اینو اگر این الان مثبت دیگه، ولی من منفی رسم میکنم چون مومانی که ایجاد میکنه در جهت خلاف عقربه‌های ساعت. یا حتی اگر این بالایه رو بخواید نگاه کنید به این حالت هست، به این اینجا، خب این الان در جهت مثبت یا منفی مومانی که ایجاد میکنه، این داره اینوری ایجاد میکنه در جهت عقربه های ساعت، مثبت باید رسم بشه، پس نقطه وای رو من بالا رسم کردم، یعنی تاشو مثبت گرفتم، نقطه ایکس رو تاشو منفی گرفتم با توجه به این قرار علامتی که اشاره کردم. پس دو نقطه رو به هم وصل میکنید، محل تلاقی با محور افقی سی میشه، مرکز دایره رسم میکنید، مقدار هر نکته‌ای که لازم هست ازش به دست میارید، اینم همون نکته‌ای است که مقدار XCA یک زاویه‌ای دارم اینجا، که این برابر است با این رابطه‌ای که در جلسه قبل داشتیم، اونجا به شکل هندسی شما تونستید به دست بیارید، راستای جهات اصلی رو میتونید به دست بیاریم و مقدار تنش ماکسیمم، تنش برشی ماکسیمم در حالتی ایجاد می‌شود که تنش نرمال من همین تنش مرکز دایره باشه. چی بود؟ خب اوریج بود دیگه، سیگما ایکس به علاوه سیگما وای دوم. پس تنش نرمال در حالتی که تنش برشی ماکسیمم است برابر اوریج سیگما ایکس به علاوه سیگما وای دوم است که در دو سمت داشتیم. و اینا حالا شکلیه که داریم دیگه، یعنی المان اینجوری بوده، من این اومدم به یه اندازه چرخوندم که جهات اصلی ایجاد شده، سیگما مینیمم، سیگما ماکسیمم، و دیگه تنش برشی نداریم، این همون زاویه است که در اینجا بیان کردیم. و یه بارم اومدم چرخوندمش، بالاخره ایکس پریم وای پریم و اینا اینجا، شما میتونید این تنش ها رو به کمک آن چیزی که در اینجا داشتیم به کمک هندسه و نه به کمک روابط جبری به دست بیارید. در جهت عقربه های در جهت خلاف عقربه های ساعت باید به چرخانی و جهت مثلثاتی که اشاره کردم جهت بیشترین تنش رو شک براتون نشون دادم. اگه سیال من استاتیک باشه، در درس مکانیک سیالات اثبات شده واسهتون که در سیالی که استاتیک باشه تنش برشی صفر درش و تنش های نرمال در کلیه جهات با هم یکسان و برابر یک مقدار منفی از نوع فشاری هستن. مثلا اگر دایره مور برای سیال استاتیک رو بخواید رسم کنید، اولا خب تنش برشی صفره، یعنی رو محور افقی باید حرکت کنید، چون تنش های نرمال هم همه جهات با هم یکی هستند در آن صورت و منفی هم هستند که بهش میگیم فشار، طبق قرارداد علامت یک نقطه خواهد شد در سمت چپ محورهای محور عمودی. این دایره مور برای سیال استاتیک است. و حالت های مختلف ها میتونیم با هم دیگه بحث کنیم. مثلا اگر شما در نظر بگیرید که مقدار سیگما ایکس مساوی پی ایوم باشه، خب این آن چیزیست که شما در بحث ابتدایی هستن مقاومت شما با این آشنا میشید دیگه، و سیگما وای هم نداشته باشیم و برش هم نداشته باشیم، در اون حالت دایره شما تبدیل خواهد شد به یک چنین چیزی که یک سمت به محور عمودی خواهیم رسید به خاطر اینکه سیگما وای مساوی صفره، از یک سمت پی ایوم خواهم داشت روی محور افقی چون تنش برشی صفر،
روی محور افقی. هرچ یک نقطه x و y که الان با هم دیگه بحث کردیم این دو نقطه خواهند شد که مرکزش میشه وسط این دوتا، یه دایره رسم می‌کنی، شعاع دایره میشه p تقسیم بر 2a با توجه به روابط هندسی. حالا به شما بگن که مقدار الان p داره وارد میشه به این حالت، تنش برشی ماکسیمم کجا رخ میده؟ تنش برشی ماکسیمم شما میگه چقدر من باید از این جایی که الان هستم حرکت کنم، چند درجه؟ خب این جایی که شما هستید الان محور افقیه دیگه، چون تنش برشی ندارید، فقط تنش نرمال دارید، نه اونم در یه جهت. من از اینجا برای اینکه برسم به این نقطه بالا باید 90 درجه روی دایره حرکت کنم، پس 45 درجه در واقعیت المان من باید چرخانده بشود تا بیشترین تنش برشی حاصل بشود. پس یک المانی که تحت کشش هست مثل پی در یک زاویه‌ای به اندازه 45 درجه بیشترین تنش برشی وارد خواهد شد، که تنش نرمال هم اتفاقا داریم در اون حالت و تنش نرمال ما برابر با شعاع دایره است که همون پی تقسیم بر 2 است. اینا مواردی است که تو مقاومت داشت، الان یه مقدار انسجام داره ایجاد میشه. پیچش خالص رو میتونیم بحث کنیم. در پیچش خالص شما تنش های نرمال ندارید، در عوض تنش برشی دارید که همون تی سی جی اوم هست. و اگه من بخوام اینو رسم بکنم، شما باید یک نقطه میرید بالا، میرسید به این نقطه بندازی تی سی جی اوم، و یک بارم میرید پایین، دوتا نقطه ایکس و وای شما این دفعه رو محور عمودی خواهند بود. تو قسمت قبل نقاط ایکس و وای رو محور افقی بودند و در اینجا مقدار ایکس و وای روی محور عمودی هستند و یک دایره را خواهید کرد که مرکز دایره مرکز محور مختصات من خواهد بود. این هم حالت اینجا اشاره کردیم اتفاقا که مقدار سیگمای و یه تتایی دقیقت به این اعمال شده، یه المان اینجا رسم کردم و به این حالتی که مشاهده میکنید. و بعد به شما بگم مقدار سیگمای مینیموم و ماکسیموم چیه، این قرینه هم دیگه هستن در دو سمت و مقدارش هم برابره با شعاع دایره است اتفاقا. شعاع دایره هم همون تی سی جی اومه. نمجوری چقدر گرافیک مسئله کمک میکنه که من درک بهتری داشته باشم و این برسم به اینکه تنش نرمال ماکسیموم و مینیموم مثبت منفی تی سی جی اوم هستن، بدون اینکه حتی یک رابطه ریاضی خیلی پیچیده من بنویسم. اینجا در مورد همین مثالی که جلسه قبل به کمک جبر خطی محل کردیم، حالا ببینید به واسطه دایره مور چقدر راحت میشه این مسئله رو حل کرد. فرض کنید که من همین رو میخوام روی این محورها نشون بدم، اینم تانسور تنش من هست، تنش های عمودی و افقی من هر جفتش 70، شبیه به حالت مثال همین تورشن نیست که الان با هم دیگه دیدیم، اونجا تنش نرمال 0 بود ولی اینجا خب 70، حالا فرق نمیکنه، اینجا به اندازه 70 تا میام این و یه نقطه 50 میرم بالا، یه نقطه 50 میام پایین، یه دایره ای باید اینجا بکشم، حالا اینو به عنوان دایره از من قبول کنید، که مرکزش میشه 70 و شعاعش میشه 50. حالا به شما بگم مقدار مینیموم و ماکسیموم چقدر، چی میگین؟ میگه خب اندازه شعاع دایره من خب اینجا 70ه، به اندازه 50 واحد اگه بیام اینور اینجا 20 میشه و اگر از 70 50 تا برم اونور 120 میشه و این همون دو عددی است که در اینجا به دست آورده بودیم. یه نکته اینجا یه پرانتز بازبسته ای بکنیم که به نظرم لازمه اینم شما حالا بدونید کلیتش رو حداقل، که چرا من وقتی که این میخواهم تنش ها رو نسبت به یک در محورهایی که به اندازه تتا درجه چرخانده شده به دست بیارم، چرا باید روی این دایره به اندازه دو تتا حرکت کنم؟ از دیدگاه حس ریاضی خب تو روابط ما دو تتا داشتیم دیگه، خیلی ثابت اون روابطی که جلسه قبل اگه یادتون باشه گفتم یک معادله دایره است و شما باید سینوس و کوسینوس دو تتا و اینا رو از رابطه حذف کنید، به خاطر اون پارامتر متغیر روی این دو تتا است. از یه طرف دیگه هم خب این 360 درجه است دیگه، ولی خب در صورتی که ما 180 درجه داریم دیگه، در نتیجه یه جوری اینم این حس رو به شما داره میده که این انگار باید نصف باشه، یعنی دو تتا بین 0 تا 360 تغییر میکنه. ولی از دیدگاه جبری بعد نیست نگاهی بکنیم، مثلا نقطه A من اینجاست، نقطه B هم اینجاست که نقاط A دارم، یعنی یه نقطه D دیگری هم اینجا دارم و D پریم اینجا، که این نقطه D و A به اندازه دو تتا با هم فرق دارن. میخواییم به لحاظ جبری نشون بدیم که روابط جبری که داشتیم هم همین انتقالی که الان اینجا به شکل گرافیکی من دارم نشون میدم و بیان میکنم. بتا هم زاویه ایست که لازم هست تا نقطه D بچرخه تا به تنش برشی صفر برسه، این تنش برشی هم پایین نوشتم دیگه برای اینکه اون حالت رو نشون بدم و به حالت جهات اصلی برسه. فرض کنید به اندازه بتا روی دایره بچرخیم از نقطه دی تا به محور
سیگما برسیم و جهات اصلی برسیم. خب در این حالتی که سیگما جهات اصلی هست، تنش برشی نداریم، در این چه سیگما x1 و مقدار تای x1y1 برابر خواهند بود با یک چنین چیزی که مشاهده میکنیم از روابط مثلثاتی مشخصه. یعنی تاو میشه این تیکه‌ای که اینجا داریم، اگر من این تیکه میشه تاو، یعنی میشه یکی از اضلاع اون مثلث قائم الزاویه که اونجا شکل گرفته، ضلع مقابلش بتاست و شعاع دایره هم که آره. پس مقدار میشه آر سینوس بتا، آر این وترشه، سینوس بتا میشه ضلع مقابل. از طرف سیگما ایکس یک می شود مقدار وسط دایره به علاوه یک ضلع کوچولویی که اینجا هست، این میشه سیگمای نقطه همین چیزی که اینجا داره. و وسط دایره که سیگما ایکس به علاوه سیگما وای دوم بود، اوریج بود، به علاوه آر کوسینوس بتا. خیلی روابط ساده مثلثاتی است. از اینجا شما و از طرف دیگه کوسینوس دو تتا به علاوه بتا، این دو تتا به علاوه بتا، یعنی کل این زاویه‌ای که اینجا حضور داره، این کلش میشه این. چی میشه؟ کوسینوس این زاویه میشود خب شعاع دایره که وترشه و این تیکه‌ای که این پایین یه مثلث قائم الزاویه تشکیل بدم، اینم قبلا به دست آوردیم که سیگما ایکس منهای سیگما وای دومه. اگر رو شکل رو نگاه کنین اینجا هم این فاصله است، این فاصله افقی، وترش هم که آره، در اینجا کوسینوس این زاویه که اینجا هست که در کیس ما میشود دو تتا به علاوه بتا میشه، سینوس این هم میشه ضلع مقابل بر وتر، ضلع مقابلش هم خب تای ایکس وای دیگه، هیچ نکته خاصی نداره. پس انگاری که من یه نقطه A دارم که دارای یه سیگما و یک تا است، از طرف یه نقطه D دارم که دارای یک سیگمای ایکس یک و تای ایکس یک وای یک است، این اندیس یک بهش خورده. من دنبال اینم که بگو و میدونم زاویه بین اینا دو تتاست. اگه بتونم نشون بدم اون روابطی که داشتم برای این دو تتا برقراره، یعنی این دو تا با هم جورن، اون روابط جلسه قبل با شکل هندسی این جلسه با هم دیگه انطباق دارن، پس از روابط مثلثاتی استفاده کردم که مقادیر یک رو به دست بیارم برای نقطه دی. از طرف اینام که برای نقطه اوریجینال من که نقطه A بودم برقرار هست. حالا اینجا شما از چیه؟ از این مجموع، کوسینوس مجموع، سینوس مجموع استفاده کنید، اینو به این حالت بستش بدید، به اینجا خواهم رسید، یک بارم این پایینی سینوس مجموع رو بست بدید به این برسید. باید یک جوری سعی کنید بتا رو از این بازی حذف کنید تو اینجا. بتا کمیت واسطه. در نتیجه از این دو تا رابطه ای که داریم، یک بار سعی میکنم سینوس بتا رو به دست بیارم، یک بارم کوسینوس بتا رو به دست بیارم. بذارم تو اینجا ببینم چی به دست میاد. این مقادیر انتقال داده شده هستن که برای نقطه دیان. اگر روابطی که به دست آوردم همان روابط تبدیل جلسه قبل بود، معنی مثلا اثبات شده. چطوری میشه سینوس و کوسینوس بتا رو به دست آورد؟ شما مثلا اگه رابطه بالا رو به کوسینوس دو تتا ضرب کنید، اینجا میشه کوسینوس دو تتا سینوس دو تتا، این پایینی رو به سینوس دو تتا طرفینش رو ضرب کنید، این دو تا ترم با هم دیگه یکی میشن، کوسینوس دو تتا سینوس دو تتا سینوس بتا، به این پایینی سینوس دو تتا کوسینوس دو تتا سینوس بتا. حالا اگر دیگه با هم جمع بکنید، اون موقع بالایی میشه کوسینوس دو دو تتا، پایینی میشه سینوس دو دو تتا، که با هم جمع بشن میشه یک کوسینوس بتا بر حسب سمت دوم تساوی به دست میاد. یک بارم برای اینکه سینوس رو به دست بیارید عکسش رو انجام بدید، یعنی به بالایی سینوس ضرب کنید و به پایینی کوسینوس ضرب کنید، وقتی این دو تا شبیه به هم دیگه میشن از هم دیگه کم بکنید و حذف میشه این یکی، این دفعه سینوس بتا به دست خواهد اومد. این سینوس بتا و این کوسینوس بتا رو اگر تو این رابطه جاگذاری کنید، میرسید به همون روابطی که داشتی و این نشون میده که وقتی شما به اندازه دو تتا اینو چرخاندید، روابطی که جلسه قبل ما به دست آوردیم برقرار بود. بریم من مثال حل کنیم چند تا. فعلا در حالت دو بعدی دارم حل میکنم. یه نقطه روی بدنه یک محفظه تحت فشاری، مثلا برای اینکه پلین استرس باشه دیگه، تحت تنش دو محوری سیگما ایکس و سیگما وای وجود داره، یعنی تنش برشی نداریم، فقط سیگما ایکس داریم، یعنی تانسور تنش شما قطری است و عناصر خارج قطرش صفر. به کمک دایره مور تنش به المانی با زاویه 30 درجه را محاسبه کنید و میتونه شما همین کار رو به شکل جبری هم انجام بدید، نتایج رو با هم مقایسه کنید. چیزی که الان من دارم، نقطه A من رو محور افقی قرار گرفته، نقطه B من هم به همین شکل و مقادیر این بیرونی 90، چیزی که داده شده به شما 90 مگاپاسکال 20 مگا و این کوچولو هم 20. در نتیجه سوزن پرگار رو می‌ذارید وسط اینا، 90 به علاوه 20 کلا تقسیم بر 2 که میشه 110 تقسیم بر 2 میشه 55. این هم که 20 بود، شعاع دایره میشه 35. من ذهنی دارم مثلا حل میکنم، این میشه 35. حتی به شما میگن تنش برش ماکسیموم چیه، میگه 35 مگاپاسکال.
خب چون این شعاع دایره بود. در چش تنش نرمالی در 35 به علاوه 20 55 مگاپاسکال و در زاویه 30 درجه رو خواسته، در اینکه از این حالتی که رو محور افقی هستیم به اندازه 60 درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت خواهم کرد و یک نقطه جدید روی دایره به عنوان نقطه دی ایجاد خواهد شد برای تتای 30 درجه. این محورهای عمودی افقی در نقطه دی یا مختص مؤلفه های افقی عمودی در نقطه دی میشه تنش های برشی و خب روابط مثلثاتی است دیگه. سیگمای اوریج رو به دست میارید، شعاع دایره رو به دست میارید 35 و نقطه دی رو حالا، و البته نقطه دی پریم هم اینجا هست که 180 درجه با هم دیگه اختلاف دارن و این همون 180 است که ما قبلا هم به دست می آوردیم. نقطه دی رو اگر من بخوام به دست بیارم فاصله افقی چی میشه؟ خب شعاع دایره رو که دارید 60 رو دارید، کوسینوس دی آر کوسینوس 60 میشه این تیکه، به علاوه 55 میشه تنش نرمال نقطه دی که من اینجا نوشتم 72.5. تنش برشی نقطه دی میشه آر سینوس 60 دیگه. در نتیجه آرم که 55 بود 55 و به راحتی به دست میاد. فقط دقت کنید این عددی که بالا به دست اومده یعنی منفیه ها، یکی از اشتباهات رایج یعنی بار دوم من دارم میگم، وقتی نقطه دی به سمت بالای محور اومده چون من در جهت خلاف عقربه های ساعت چرخیدم پس مقدار تنش برشی حاصل شده در نقطه دی منفی است. دقت کنید که جهت مثبت تار من پایین رسب کردم، واقعا منفی سی باید بذارید، منفی این منفی رو خوب دقت کن. نقطه دی پریم مشابه قبله و تنش برشیش خب دوباره آر سینوس 60 میشه ولی مثبت چون زیر محور قرار گرفته و تنش برشی هم میشه مقدار این متوسط منهای آر کوسینوس 60 که 37.5 هست. تمام مثلا رو شکلم کشیدیم دیگه، مقدار این 30 درجه چرخانده شده وقتی تنش برشی رو من منفی رسم کردم همونجوری که میبینید و تنش نرمال یه به دست آمده هم از نوع مثبت هست دیگه، هر جفتش از نوع کششی که رسم شده. حالت تنش رو داده یعنی سیگما ایکس و سیگما وای تانسور تنش رو داده، حالا سیگما ایکس مثبت، سیگما وای مثبت، تا ایکس وای هم مثبت، همش مثبت. تنش روی صفحه با زاویه 40 درجه رو خواسته. تنش های اصلی چی هست و بیشترین تنش بود؟ فکر کنم دیگه ساده شده مسئله واسه شما، ولی یکم حالا شکلم شلوغه اینقدر مهم نیست اصلا. شما اول نقطه A رو باید پیدا کنید. نقطه A اینجاست که چون مقدار تنش برشی مثبت داده شده به اندازه 4000 میرید پایین. اینجا یعنی 4000 میرید پایین و بند و سیگما ایکس و سیگما وای هم که و اینورم به اندازه 4000 میرید بالا، چون اون یکی نقطه شما باید برید بالا و مقدار سیگما ایکس شما مقدار بزرگتر هست که 15000. این پایین دقت کنین، مقدار 15000 هست کل این فاصله و مقدار سیگما وای شما 5000 که این مثبته، یعنی در جهت مثبت. دو تا نقطه ایجاد میشه که من مشخص کردم، یه خطکش میذارید اینا رو به هم دیگه وصل میکنید و محل تقاطعش با محور افقی نقطه مرکز و مرکز دایرتون خواهد بود. حالا دایره رو رسم میکنید و تنش و کجا رو خواسته بود؟ روی زاویه 40 درجه. شما به اندازه 80 درجه اگه اینجا برید اینور نقطه دی حاصل خواهد شد برای تتای مساوی 40 درجه. این اصلا پیچ شلوغ نبود، حالا توضیح دادم فکر کنم واضح شد قضیه. و مختصات نقطه دی رو به شکلی با روابط مثلثاتی با هر چیزی که دوست دارید به دست بیارید تمام مسئله حل شده. جتنش های اصلی رو خواسته، خوشو به اندازه‌ای برید که به محور افقی برسید. این زاویه‌ای که اینجا هست زاویه‌ای است که لازمه تا بچرخید، البته این نصف این دیگه، تا برسید به جهاتی که تنش برشی درش صفر. تنش برشی ماکسیمم که شعاع دایره است دیگه، فهم یاد گرفتین دیگه. اینجا مقدار شعاع آسون‌ترینش همین هست، شعاع دایره رو اگه به دست بیارید خب حل دیگه. تنش مقدار اول باید این وسط رو پیدا کنم که میشه میانگین تنش‌های نرمال دو سمت، پس میشه 10000. اینجا دقت کنید 10000 هست و یا تنش نرمال معادل تنش برشی ماکسیمم هم هست. این چیزی که شعاع دایره هم که به راحتی میتوانید با توجه به روابط مثلثاتی 15000 منهای 5000، یعنی از این 15000 کل 5000 تا بردارین تقسیم بر 2 میشه این فاصله ای که اینجا داریم و ارتفاعش، یعنی مثلث قائم الزاویه اینجا شکل گرفته. من اگه رسمش کنم مثلث و این مثلثی است که اینجا مثلا این عموده دیگه، این فاصله افقی که طبق معمولی که اینجا من رو شکل نشون داده بودم
کجا بود اینجاست، این سیگما ایکس من اسمه این فاصله افقیه، ارتفاع این مثلث هم که همون تای ایکس وای دیگه. اینجا شما میتونید شعاع رو به راحتی یا به هر روشی که خودتون دوست داشتید شعاع به دست بیارید. نقطه آ و بی مشخص شده به منفی، برای بار سوم میگم دقت داشته باشید. ما میخوایم ببینیم که چند درجه باید بچرخیم تا برسیم به محور جهات تاثیر رو به دست بیاریم. میگیم تانژانت زاویه ACP پیرم اگه اینجا مشخص کنم، یه اینجا این زاویه برابر میشود با ضلع مقابل 4000 بر مجاور 5.8، پس 38 خورده ای خواهد شد. در نتیجه 38.66 تقریبا زاویه است که لازم اینجا بچرخید. و زاویه DCA یعنی بزرگه 80، در نتیجه این مابقیش، این کوچولویی که اینجا، این کلش 80، این تیکه 38 خورده ایه. زاویه DCP یعنی این کوچولوه میشه 80 منهای 38 خورده ای، 41 و 34 است. پس نقطه دی الان، چون اینو برای این زاویه برای این به دست آوردم که بتونم از روابط مثلثاتی استفاده کنم، چون من شعاع دایره رو میدونم، خب این زاویه رو اگر بدونم میتونم کوسینوس اون زاویه در آر میشه اون فاصله با مقدار اورج جمع کنم بشه تنش نرمال نقطه دی. تنش برش نقطه دی هم که آر کوسینوس 41 خورده ای دیگه، مسئله حل شده است که اینجا به دست آوردم سیگما ایکس 1 میشه این، و این نقطه وسط دایره است و این مقداری است که اضافه میشه بهش. دقت کنید چون بالا بود منفیستا بار 4 که تایی که بالا دارم منفی 4200 توی امتحان به خاطر منفی بالاخره از 20 نمره 2 نمره رو از دست بده. نقطه دی پریم رو میخواییم به دست بیاریم که این ور هست، همونه دیگه، مقدار تنش برشی که مثبت این دفعه آر کوسینوس 41 خورده ای، ولی به جای اینکه از این وسط که 1000 بود این آر کوسینوس رو من اضافه کنم، این دفعه آر کوسینوس رو کم میکنم، ضلع مقابلش هم که آر سینوس ولی مثبت چون زیر محور. نقطه دی پریم هم روشن شد. تنش های اصلی حالا اگه اینا رسما بکنیم اتفاقا اینجا هست که با چرخش وقتی انجام میدیم که عددهایی هم که به دست آوردیم چی بود؟ 14000 تقریبا، حالا من همینجور دارم میگم 14000 و 5000 و 4000 که دقت کنید 14000 اینجاست مثبت، 5000 مثبت، و چون تنش منفی به دست اومد در خلاف اون چیزی که همیشه رسم میکنیم باید بیان کنیم. به تنش های اصلی رو بخوام به دست بیارم کافیه و از این نقطه وسط به اندازه شعاع دایره برم جلو دیگه، شعاع دایره 6400 تقریبا، اونم 10000 شون حفظی و ذهنی و اینا 16000 خورده ای میشه به دست بیارم، و این نقطه رو به جای اینکه برید اونور بیاید اینور، یعنی از 10000 تا 6000 تا بیاید اینور تا 6000 خورده ای بیاید اینورتر، میتونید به زاویه‌اش هم که نصف 38.6 میشه، زاویه‌ای که لازم هست تا چرخونده بشه نصف 38.6 میشه که اینجا میبینیم سیگما 10000 به علاوه 6400 تقریبا و زاویه‌اش هم اینه، اون یکی 10000 منهای 6400 و دومی هم که 180 باید به این 38 خورده اضافه کنید و بعد تقسیم بر دو کنید دیگه، چیز خاصی نیست. بیشترین تنش برشی که به اندازه شعاع دایره خواهد بود. در مورد اینکه چند درجه باید اینو من بچرخونم تا تنش برشی ماکسیمم ایجاد بشه، زاویه ACS1 رو نگاه کن اینجا بعد این اینجا هستم الان، یا به اندازه اینقدر در جهت عقربه‌های ساعت به شکل معکوس باید نصف اینقدر بچرخونید، یا به اندازه نصف این بزرگه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخ. پس من این کوچولا رو اگه بخوام به دست بیارم اینجا رو میگویم این برابر میشه اون زاویه 90 درجه‌ای که اونجا داریم منهای 38 خورده‌ای میشه این، و بعد تقسیم اونجا حالا اتفاقا نوشتم 90 منهای 38 خورده ای میشه 51 خورده ای، دو برابر زاویه لازم برای چرخاندنه که تقسیم بر دو کنم. منفی هم به خاطر این بود که من در جهت خلاف آن چیزی که خودم فرض کردم، در جهت خلاف مثلثاتی یا عقربه‌های ساعت چرخوندم. تنش نرمال در این حالت هم همون مقدار اوریجی است که داشتیم. پس این جهات اصلی هستن که به اندازه 19.3 در جهت خلاف عقربه‌های ساعت، اگه من اینو بچرخونم جهات تنش برشی نخواهم داشت و تنش های اصلی ایجاد خواهند شد. یا در جهت عقربه‌های ساعت به اندازه منفی 25 خورده ای بچرخونم، مقدار بیشترین تنش برشی ایجاد خواهد شد که مقدار تنش نرمال هم همون 10000 اوریج خودمون خواهد
بود. این از این داستان. برای حالت سه‌بعدی هم یه کوچولو کامنتی داشته باشیم. خب حالت ثابت در حالت سه‌بعدی خیلی قضیه پیچیده میشه و بیان گرافیکی پیدا کردن برای یک چنین چیزی یه کوچولو سخته. اتفاقا اینجا هستش که جبر خطی و جبر ماتریسی خیلی میتونه به ما کمک بکنه، ولی در حالت سه‌بعدی کیسی هست که بازم ساده است. یعنی تنش‌ها بهش میگن تنش‌های مثل هیدروستاتیک باید باشه و فقط تنش‌های نرمال در مسئله حضور داشت. تری اکسیال، یعنی تری یعنی سه، اکسیال یعنی محور، سه محوره. تنش‌های من از نوع برشی نیست، این خیلی خوبه. یعنی فقط تانسور تنش من یک تانسور قطری خواهد بود و سه تا محور به تراکسیال خواهیم داشت. به تنش های هیدروستاتیک هم بهش میگن، در رسم مکانیک محیط پیوسته بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بحث من اینه که اگه من این المانی که دارم و فقط تنش هایی که بهش وارد شده از نوع تنش های نرمال هست، حول یکی از محورهایی که بحثش رو کردیم، طبیعتا محورهای اصلی هم بهش میگیم دیگه، یادتون هست میگفتیم وقتی تانسور تنش من قطری باشه، اون محوری که این تانسور نسبت بهش بیان شده محور اصلی. بس من هول در مورد محورهای اصلی دارم صحبت میکنم. این المانیتن هول یکی از محورهایی که محور اصلی هستن دوران داده میشه. مثلا کیسی که اینجا میبینید سبزا رو نگاه کنید، من اول میخوام هول این محور سی که اینجا میبینید اینو بچرخونم. در این حالت باز هم میشه گفت مسئله پلین استرس دیگه و تنش برشی فقط تو یکی از صفحات ایجاد میشه. ببین پس من دارم این کیس درست سه بعدیه، ولی همون پلین استرس خودمونه، ولی جهت دوران منحول یکی از این محورها باعث میشه که تنش برشی که الان من اینجا رسم کردم در اون صفحه‌ای که این دوران حول اون یکی محور انجام شده ایجاد بشه. در مثلا حول سی وقتی دوران میکنن تو صفحه ای بی این محورها شروع میکنن به چرخیده شدن و تنش برشی فقط توی اون صفحه ایجاد خواهد شد و یک چیزی شبیه به اون کیس قبلی میشه و من میتونم مسئله رو ببرم جلو. ولی خب سه تا تنش نرمال الان تو مسئله من دارم. پس من میخوام دایره رو رسم کنم، یه مقدار سیگما ای دارم، یه سیگما بی دارم و سیگما سی دارم. اگر فرض کنم که دوران هول سی انجام شده است، در اون صورت میخوام شکل رو ببینم چی میشه دیگه. وقتی میچرخونم تنش برشی چه جوری میشه، تنش نرمال چه تغییر میکنه و موارد دیگه. خب سه تا من طبیعتاً تنش نرمال دارم، یکیش سیگما سی و بی و ای و تنش برشی هم که ندارم. در این چنگ این سه تا نقطه رو هم بخوام رسم بکنم، مقدار این تنش های من رو محور افقی واقع خواهند شد و سه نقطه تشکیل خواهند داد، نقاط A B و C. حالا این کیسی که اینجا میبینید شما هر سه تا مثبتن، یعنی در جهت سمت راست محور عمودی رسم کردن و سه تا دایره هم تشکیل خواهد شد. حالا تفاوتاش رو خوب متوجه بشیم چی هست. یکی به کمک این دوتا، یه دایره دیگه به کمک این دوتا و یه دایره به کمک بیرونی و داخلی که بزرگتر است. مقدار تنش برشی ماکسیمم کجاست؟ طبیعتاً مرتفع ترین نقطه روی این دوایر که متعلق به این نقطه باشه تنش برشی ماکسیمم خواهد شد. پس این که نقطه ای من سیگما ایکس، مثلا بدون اینکه کلیت مسئله کم بشه فرض کنین که مقدار سیگما ماکسیمم سیگما ایکس خواهد باشد و سیگما مینیمم من مثلا سیگما وای و نقطه سیگما زد منم این وسط واقع شده است. در این حالت مقدار تای ماکسیمم چقدر میشه؟ میشه شعاع دایره بیرونی. خب شعاع دایره بیرونی چجوری به دست میاد؟ میاد میگی در سیگمای ماکسیمم و منهای سیگمای مینیمم، خب این فاصله میشه دیگه و تقسیم بر دو کنم، حالا قدر مطلقش مثلا من کنم، شعاع دایره است این بالاتر. یه علامت اینا رو دیگه خودتون حواستون هست که چجوری بدیم به دست میاریم. حالا دو تا حالت دیگر هم میشه رسم کرد که نظرم خیلی دید میده به شما. یه حالت اینه که سیگمای زد صفر باشه، سیگمای ای و بزرگتر از صفر باشه، سیگمای بی کوچکتر از صفر باشه. مثال حل کنید خودتون دستتون میاد. مثلا سیگمای ای بزرگتره، اینجا مثبت رسم کردم، سیگمای بی منفی سمت چپ محور عمودی رسم کردم و دو تا دایره‌ای که داشتیم در داخل یه دایره بزرگ بیرون داریم. حالا اگه من هول زد به چرخونم و این داستانایی که بحثشو کردیم، مقدار تای ماکسیمم چی خواهد شد؟ یعنی شعاع دایره بزرگتر. شعاع دایره بزرگتر چه جوری است؟ سیگما ای، حالا اگه منفی مثبتشو لحاظ نکنید، به علاوه سیگما بی تقسیم بر دو اگه قدرمون، ولی اگر که چون میدونم مقدار سیگمای مینیمم من منفیه، پس باید بنویسم سیگمای ماکسیمم منهای سیگمای مینیمم، چون سیگمای مینیمم خودش منفیه، دقیقا جمع میشن این دوتا با هم دیگه، تقسیم بر دو خواهد شد. اگه شکلش هم رسم کنین روی دایره بیرونی
واقع شده. در نتیجه دایره بیرونی دایره است به کمک سیگمای A و سیگمای B محاسبه شده. این و خب همون 45 درجه خودمون میشه دیگه، یعنی باید به اندازه 45 90 درجه رو دایره برید بالا تا برسید رو دایره‌ای که دو سمتش سیگما A و سیگما B اند. پس در همان صفحه‌ای که A و B درش هستند این ایجاد میشه، این تنش برشی ماکسیمم و با زاویه 45 درجه. چون سه بعدیه من سعی کردم اینو اینجوری مثلا رسم کنم نشون بدم که مسئله من سه بعدیه، فرقی با حالت قبل داشته باشه. دقت کنید که سیگما A از نوع کششیه چون خودم فرض کردم مثبت باشه، سیگما B از نوع تراکمیه چون خودم فرض کردم، و تنش برشی که ایجاد شده در یک صفحه با زاویه 45 درجه به این حالت هست که مشاهده می‌کنی سه بعد. حالت بعدی که میشه بررسی کرد این دفعه حالتی است که مقدار سیگما A و سیگما B هر دو مثبت باشند و سیگما Z هم صفر، اون سومی سی که داشتیم هم صفر باشد. در آن صورت یکی از نقاط من میفته رو مبدأ، یکیش میفته مثبت اینجا، یکی میفته، حالا فرض کنید سیگما ای بدونه که کلیت مسئله کم بشه بزرگتر از سیگما بی باشد. در این چه دو دایره من به این حالت، حالا به شما بگن تنش برشی ماکسیمم مقدارش چیه، شما دیگه نمیگید نمیدونم اینا رو جمع کن تقسیم، این چقدر هندسه میتونه کمک بکنه تو مسئله، میگید سیگما ای تقسیم بر دو، چون شعاع دایره من میشود سیگما ای تقسیم بر دو، پس مقدار تای ماکسیمم هست 1/2 سیگما ای و دومن اون راستایی که این تنش درش، تنش برشی درش ماکسیموم شده کجاست؟ شما میگید رو دایره بیرونیه، رو دایره بیرونی در دو سمت شما سیگمای زدو دارید یا سی رو دارید و سیگمای ایو دارید، پس مقدار تنش ماکسیموم برشی ماکسیموم در صفحه ای بی ایجاد نمیشه بلکه در صفحه ای سی ایجاد خواهد شد. سی من جهت چرخشی که دادم مثل این نبوده که به سمت در داخل صفحه ای بی نباید چرخش ایجاد کنم مثل اون چیزی که در قسمت‌های قبل داشتیم، اینجا در داخل محور زد ای دارم به اندازه 45 درجه، 45 درجه هم طبیعتاً دیگه چون این به اندازه 90 درجه باید برم تا برسم به نوک این دایره، نصفش میشه 45 درجه در صفحه ای زد باید تنش برشی حد اکثر رو جستجو بکنم. خیلی سعی کردم با دید خیلی هندسی مطالب بسیار مهمی رو عرض بکنم. مثال، یه مثال کوچولوی نصف صفحه، مقدار سیگما x 6 KSI، مقدار سیگما y 3.5 از نوع کششی هم مثبت، تا xy منفیه چون این چیزی که میبینید الان من رسم کردم از نوع منفی هست، هرچه منفیه 3 KSI خواهد بود. حالت دو بعدی رو رسم خواهیم کرد و مقدار قرار چون منفیه باید بریم به سمت بالا، به اندازه 3 واحد میریم بالا و مقدار سیگما x و سیگما y نقطه هم که اینجا داریم این مقدار 3.5 خواهد شد و دو تا نقطه به دست میاریم به هم وصل میکنیم دایره رو تشکیل میدیم دیگه، فکر کنم یاد گرفتید اینو. مقدار مرکز دایره میشه اوریج 3.5 و 6 که 4.75 هست. شعاع دایره رو به راحتی میتونید به دست بیارید به کمک این سه ای که داشتید و این تیکه ای که اینجا هست و سیگمای A و سیگمای B برابر نقاط مقدار OC به علاوه CA میشن طبیعتاً، این نقطه اینجا که تجهات اصلی من هستن، سی ای که شعاع دایره است و او سی رو هم که اوریج هست، او سی اوریج میشه 4.75 به علاوه سی ای، سی ای همون شعاع دایره 3 و خورده ای میشه 8 و مقدار تنش اصلی در از نوع کوچکترش میشه او سی منهای این دفعه بی سی که 1.5 KSI هست و زاویه ای که لازم هست تا این چرخانده بشه تا جهات اصلی ایجاد بشرم که تانژانت 2 برابره اون زاویه برابر این خواهد شد، یعنی خود اون زاویه 33 خورده ای چون در جهت عقربای ساعته، پس 33.7 اینجوری باید بچرخونیم تا این اتفاق رقم بخوره. حالا اگه سه بعدی باشه در آن صورت مقدار تنش ماکسیمم شما چه خواهد بود؟ در این کیسی که داریم خب تنش ماکسیمم شما الان اینجا معلومه چقدر میشه، همون شعاع دایره است دیگه، شعاع دایره هم و 3 خورده ایست. اما اگه 3 بعدی باشه و در جهت سوم من هیچ تنشی نرمالی هم وارد نکنم ولی مسئله 3 بعدی باشه، حول همون جهتی که هیچ تنشی اعمال نکردم همینو بچرخونم، یعنی یک دایره بزرگتری باید اینجا رسم کنم و این چیزی که گفتم مشابه همین این داستان خواهد بود که این حالت خاصی که در اینجا مشاهده میکنین ببین همونه ها، فقط جهت این مسئله سه بعدی شده. یعنی چه یک دایره بزرگتری ایجاد خواهد شد که مقدارش قطر این دایره همون سیگمای است که سیگمای با هم 8 به دست آوردیم اینجا تنش نرمال بزرگتر. یعنی چه مقدار تای ماکسیمم نصفش، نصف این 8 که 4 باشه به دست خواهد اومد و راستایی هم که مقدار این تنش بزرگ
ایجاد می شود دیگه در داخل صفحه XY نیست، بلکه در اون صفحه‌ای است که مقدار این A ایجاد شده. و البته Z همین داستانی که دقیقا اینجا اشاره کردم، این مقدار اراسته ایبن 45 درجه در این صفحه باید چرخونده بشه تا در حالت سه بعدی مقدار تنش برشی ماکسیموم ایجاد بشود. پس گردش باید حول محور B انجام بشه، چون B این وسطی است دیگه، و به اندازه 45 درجه تا برسیم به اون حالتی که تنش برشی ماکسیموم ایجاد شده است.